نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز سه‌شنبه 18 ربیع‌الثانی سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفسیر قرآن فرمودند: کلمه تفسیر در زبان عربی به معنای کشف غامض یعنی آشکار شدن چیزهای سخت و پیچیده است. معظم الله در ادامه فرمودند: لذا اگر برخی از آیات قرآن در ظاهر روشن بود به آن تفسیر گفته نمی شود. ایشان همچنین تأکید فرمودند: اما اگر آیاتی در قرآن وجود داشت که معنای آن غامض و دشوار بود، آن آیه نیاز به تفسیر دارد. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند: در چنین شرایطی به غیر از اهل بیت علیهم السلام منبعی برای تفسیر چنین آیاتی وجود ندارد و کسی غیر از اهل بیت باطن قرآن را نمی شناسد و لذا تفسیر قرآن از اهل بیت دریافت می شود. معظم الله با اشاره به آیه 7 سوره آل عمران فرمودند: مطابق با روایات راسخون در این آیه شریفه که جز خدا و ایشان تفسیر قرآن را نمی دانند فقط اهل بیت علیهم السلام می باشند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. موعظ واحد: یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. هذا ما يحتاج تفسير. اما یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. شنو؟ لا شنو ما انزل في علي عليه السلام. التفسير يؤخذ من اهل البيت، انما يعرف القرآن من خوطب به. لا المفسرين الشيعة اللي غامض اللي مو واضح ما ياخذوا الا عن اهل البيت الا بالروايات. ما يذكر الروايه ليش؟ احيانا الروايه ما يذكروها باعتبار الاختصار، والا في الروايات ماكو تفسير الا عن اهل البيت.